سلام و وقتان بخیر بیننده های خوب برنامه صبح زندگی شبکه جهانی آریانا. خیلی ها تشکر از اینکه تا ساعت 3 برنامه صبح زندگی با ما همراه هستین. دوستان عزیز، امیل از آمدیم به شفاخانه ملاله سیجنتون. تعداد زیاد مریضدارا، تعداد زیاد از وطندارای ما شما به این شفاخانه مراجعه میکنن، یعنی من فکر میکنم که بیشترین مریضای ولادی نسایی به میشه شفاخانه مراجعه میکنن، به خاطر که از بخشای مختلف شهر کابل اینجا نزدیکتر است و اگر قرار باشه به شفاخانه رابی بلخی برن اونجا ازدحام ترافیک و ایگاپاس به او دلیل ازدحام و یا تعداد زیاد مریضا به شفاخانه ملاله سیجنتون مراجعه میکنن. طی تماسای مکرر که یک تعداد امتنا داشتن گفتن که اینجا یک تعداد کسایی که مریض می داشته باشند با مشکلات روبرو هستند. امروز آمدیم به خاطر که امروز رخصتی است، اینجا نتونستیم داخل بریم و همچنان باید هم روند قانونیشی است که باید وزارت صحت آمد بریم، از اونجا یک استلام بر ما بتن، یک اجازه نامه تا ما بریم با شفاخانه دکترها یا رئیسایشان صحبت بکنیم. اما آمدیم امروز مراجعین صحبت کردیم، یکی از کسایی که مریض داشتن خیلی زیاد به تکلیف بودن، قهر و غضب بودن، زیاد بودن، خو یکیشان آماده شدن که صحبت بکنن. میفهمین افغانستان یک کشور سنتی، تعداد زیاد خانم ها اجازه فامیلی ندارن در مقابل کمره تلویزیون آماده شوان و بیاین صحبت بکنن. خب بمی لحظه یک کسی را داریم با خود، ببینیم چی میگه. خاله سلام، صحبتان بخیر، چند روز می شما مریض دارین اینجا؟ من مریضم عملیاتیست که دین شوه که عملیات شده است، من نمیمانه که داخل برم، مریض خودم متوجه باشم، اگر داخل میشم من میگن که بر ما تا که پیسه نتی ما نمیمانیم، هر تک تکش از پیش ما پیسه که خواست است. حتی که من نتانستم که به مریض خود دوایش بگرم، بازم از پیش ما پیسه میخواستن که پیسه بده با ما تو را میمانیم. عملیات مریضتون بخیر سپری شد؟ بخیر سپری شد، من تا بسیار درد. بعد از عملیات پول استان خواستن؟ بله. کیا پول میخواین؟ خود عطایی که دکترهایش هم خواستن، پشت دکترهایش ننگک های پیادگک هایش هم خواستن. بر چند نفر پول دادی؟ برای 4-5 تایش دادم دیگه. این حالا میگه رشوت دهنده و رشوت گیرنده هر دوش مجرم هست. خواستن دیگه، بزور خواستن دیگه. به خاطر مریضت مجبور هستی؟ من از دل خود نمیدادم، من خوش نبودم که برای شما بتم. حتی پیسه دوایش بر من کم بود کرد، من نتانستم که بگرم. با دین راست پیسه خواستم از خانه آوردم، من گرفتم دوایش خریدم. دکترها متوجه نیستن که خالا یکا پیسه میگیرن؟ ای تو دوایش زیاد گرفتن برش ندادن که او را چیز کنن. سیرمایش نموت مانده بود برداشتن، گرفتن تاقایش هم مانده که یک مریض دیگه بیا بر از او سودا کنن. سیرما را خودتان خریده بودین؟ 6 خلطه سیرم خریدم برش. حال روی دکترها با سبرای براجی چطور است؟ دکتراشم تو چی میکنن که روی بعد میکنن و کارمنداش تو حوصله دارن یا نه در مقابل شما؟ دیگه اوش خود در نظر ما نمیتند که باش که یعنی یعنی همیشه با قهر امرایتان رویه میکنن، زغال مغال و سر صدا میکنن یا خوش خلق هستن؟ دین شو خو کم روی خو نباد کن نه خوب دیگه نرمال بیدن دیگه. باز دین شو دیگه ام شو که گذشت حتی که نمیماندن که ما نزدیک شان برم، میگفتن تیله کن دروازه نمانی که داخل شد، گفتم خاطر که پرتان پیسه ندادم. تشکر. ما هم شنیده بودم اما باید شفاخانه نامدیم که من خودم دیده باشم. حال شما بیادواری کردید که ما برشان گفتم که من شکایت میکنم، همین از دین روزه گفتم من این حالت تانه که دیدم من شکایت تانه میکنم، همین تو غضب شدم. تشکر از شما، خواهش میکنم. هم شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. دوستان عزیز، من همچنان شنیده بودم از طرف یک تعداد دوستان گفتن که وقت مریضشان میره به شفاخانه، باز وقتی که خودسن بچه میشه میگن که لالا شیرنی بتین بر ما که بچه شده و این رقم شده، همین خالگک ها میگن زیاد سر صدا مندازن. اما اینا به چشم سر میگن ما تجربه داریم و دیدیم که در 2-3 روز ما را شلا گرفتن که پول بته بر ما یا شیرنی بته چیز بته. اما من باور ندارم که دکترها خودشان بگویه که بر ما شیر نیبته، بخاطر دکتر صاحبا اونا یک عمر میرن تحصیل میکنن، زحمت میکشن، بخاطر شهروند خود قسم سودگن یاد میکنن که خدمت میکنن. فکر نکنم اونا با او پول ناچیز یک مریض چشم دوخته باشن. خب این خانما یا مخالگک های شفاخانه که هستن، یکی موضوع سواد است، یکی موضوعی است که نفس یک اندازه ظالم شده در افغانستان، ولو که ماشام میگیرن، اضافه کاری هم شاید بگیرن، اما بازم خب یک تعداد پیدا میشه که کارا رو بکنن. به امید از اینکه
رئیس شفاخانه های دولتی و شخصی متوجه از این موضوع بیشتر شوند، به خاطر از اینکه یک دفعه اگر سر و صدا شوه باز شفاخانهشان هم خدای نخواستن نام بد میشن و همه قسم موضوعات میشه. در افغانستان یک پدیده شوم پیدا شده که مترادف شد تقریبا استفاده میکنن، رشوه را میگیرن میگن رشوه را شیرنی میگن، شیرنی بده بر ما. حالا مستقیم از شرم و خجالت گفتم نمیتونن که بر ما رشوه بدین، میگن شیرنی بدین. این شیرنی چه خونه شیرنی است؟ خب به امید از اینکه تمام مریضدارا را خداوند شفای عاجل نصیب بکنه و بر کسایی که متوجه مریضا نمیشه بر از اونها هم خداوند هدایت نیکی نصیب بکنه تا همراه مریضا و یا مریضدارا رویه خوب داشته باشن. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، رسیدیم به نهایت یا به لحظات نهایی گزارش سیوم صبح و زندگی امروز. امروز پنجشنبه است، اوقات خوش در کانون گرم خانواده با شما میخوایم و من هم همینجا خداحافظی میکنم. میریم به طرف استودیوی صبح و زندگی شما و استودیو.